دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه خوب و سلامت هستین امیدوارم که اینطور باشه صفحه 218 هستیم کتاب به اون نزیش درای و مطلب هفتم این سفر رو داریم که هستش در مورد فهفتن و در یا اینکه یه فست نیمن که فست نامه هم اسمش هستش

در حین بازی دیشب ده تا از این هولیگن ها هولیگن ها یه نوع لاتولوت هایی هستن که لاتولوت های فوتبال هستند که همدیگر کتک میزن از طرفدار یه تیم هستن نه دست نیک دیفرنس نه فنز فرق داره اونایی هستن که طرفدار هوادار هستن هولیگن ها معمولا بین طرفدار هستند هستن ولی خیلی لات و کتک زن و این چیزها هستن از کلمه انگلیسی هم میادش خب ما میگیم که در مورد جمله اول گسن ابن ورده به تاکت دامه گفست ما از کلمه فسن استفاده میکنیم از به تاکت بتا... دامه انه خانوم سن بالا روزهای عمری که ازش گذشته است دستگیر شد و از ای این لیبشتال به گنگ نهته به خاطر اینکه که اوده به گنگ نهته نمیشه گفتش تناسبی شدش بخوام ترینی یک تونه سرقت رو انجام داده بود. در مورد جمله ای دوم میگیم. "Während des Fußballspiels von gestern" oder "wegen des am gestrigen Fußballspiels" "wegen des" نه "wegen" "während des" به ماشینیش "wegen" "während des Fußballspiels von gestern" "wurden zehn gewalttätige Rowdies verhaftet". Rowdies haben این هم کلمه انگلیسی استش. این هم بازاره یه نوع آدم های شلوکان و کتکزن و که سرشون درد میکنه واسه دعوا هستش راودیس میگن یا یعنی اینکه میگیم نختم گسر اگن فوسبال شپیل لندتن 10 هولیگنز اینز گفنگ تو سو کم من دست آخ زهاگن از فست فس نیمین آده فرحفتن دیزین اینز گفنگ گلندت ازا لندن کجاییم لندتن لندن یعنی فرود آمدن همون فرود آمد به که فرودگاه فرود بیان تو ف... تو بیمارستان ببخشید تو بیمارستان نه نل... تو زندان فرود اومدن من کنه آخه هاوس لندن ولی دسیس ده، ده دسیس ده بیسین اومگنگ این و لندن این و هین لندن یعنی که در واقع گزارشون به اونجا رسیدش گزارشون به بیمار زندان رسید به این معنی هستش فهفتن فه میشه فست نیمن گرایفن او ده ار گرایفن از او میشه گفت بستگی داره ار گرایفن نیست بسن اندرس گرایفن میدونی که ای ار میگیره فرق میکنه سو گرایفن هم میشه که حمله بکنی یکی رو بگیری پلیس گرایف سو در به چنگ آوردن هستش Aufgreifen هم داریم. همه اینا با Greifen میادش. یه مندین Paken. Paken یعنی که خلش به چسبی بگیرش. نگرش داشته باشید. پکن. Abführung. Abführung اینه که به زندان ببریش. وقتی پلیس دستگیر میکنه Abführungش هم میکنه. دورت اینست که فرق یعنی به اونجا همراهی. همراهی که نمیشه. دستشو میگیرن میبرن زندان. Schnappen. Schnappen رو اینم گرفتن هستش. ولی شنپن رو ممکنه حیوان و سگ هم انجام بده دیدید مثلا سگ وقتی گاز میگیره اونم گرفتن از آن شنپن تعمه تا نه فکش میگیره گیر, گیر میکنه دسیسی ها پاکن. پکن از این هند کن یه مندن پکن این کن یه مندن پکن او, او پولیسای کن شنپن ولی یک مقدار از گرفتن مثلا مار و حیوان این چیزا میاد اونم میتونن یه نفر شنپن بکنن ارشن. ارشن هم هستش موچی یه نفر گرفتن هستش ارویشن سر بزنگاه میتونید موچ رو بگیرید ارویشن هستش این از هفت میاد ببینید هفت فه هفتن هفت یعنی زندان رفتن از این هفت ونزش این هفت بفیندت دن است من فه وردن فوه و به من زو ریتی درین این گفنی گفنی سیت دن است من این من این زاست فرم گفنگیست یعنی دستگیر شده هست و ساکن زندان هستش انتگریرن انتگریرن هم میگن ولی خب خیلی این بیشتر در چیزهای سیاسی این چیزها استفاده میشه معمولا ارتش و فلان این حرفا انتگریرن میگن یه a bit finer از این هفته اینا نمیخوان زیاد بگم ما گرفتیم مردم زندانی کرده میگن یه همزی انت... اینترنیرت e, یعنی تو یعنی یه جوری تو اینترنت فرستادیم ولی دروغه در واقع زندانی کردن طرف و همچین از اینترنت شبان روزی میادش ولی فکر نکنید بخورو به خواب شبان روزی بلکه زندانه فستتون یه من یا ده نیست زیش و من فستت کم از زیش نیک بویگن فستتون ایبه بلتیگن به بلتیگن حمله کردن رو گرفتن مثلا دیدیم پلیس حمله میکنه سه چهار نفر جور جورج فلوید بود نمیدونم چی چی فلوید بودش تو آمریکا انداختن این زمین بنده خدا سیاه پوست بودش که کشتنش دیس اوبولتیکت وردن یعنی حمله کردن بهش و ریختن روش گرفتن اما دیس اوبولتیگن کان من اوخ این گفیل د اوبولتیگون کان اوخ کومن معنی دیگه هم داره Oh, اوه معنی داریم این بونکر این بونکر بونکر به معنی پناهگاه زیرزمینی هستش یعنی زیر زمین یکی رو زندانی بکنند یعنی این بونکر است یه مندن هپ نیمن امگانش راهش سه امگانش راهش این هپ یعنی اینکه گیرش آوردن دیگه انداختن تو دو هولوفتونی در واقع هینتگیتر بگینگن یه نفر پشت پشت میله آهنی آوردن گیتر میله آهنی هستش یه من دن دینگ فست مخن دینگ فست یا دست ایسا اوخ امگنگ شراخلی تنف یه غلطی کرده ده حت این دینگ یه این دینگ یه, یه،, یه کاری کرد خلافی کرد دینگ فست گرفتنش سر اون کاری که میکرده یعنی زندانش کردن دینگ فست مخن یه من دن این لخن این لخن یعنی توی

Okay, jetzt sehen wir dann oft aus. Hinter hinter der Gardinen, hinter, äh, hinter, hinter, also nochmal, ich schreibe es hinter äh, Schwedische, Schwedische Gardinen bringen. Gardinen. Mein Gott, Gardinen bringen. یک نفر رو پشت 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 پرده پرده سوئدی بردن نمیدونم فکر کنم تو یکی از ویدیوها درست کردم شویدیش گردینه به معنی زندان هست است آخ به زندان میگن شویدیش گردینه چون که فلزهایی که فولادی که از سوئد میومدش خیلی عالی بود باش میلاهای زندان رو درست میکردن یه زمانی بهش میگن شویدیش گردینه jemanden hinter schwedische Gardine rufen gehen, jemanden jemanden senden auf Okay, betagt. Bekannt ne in eigentlich alt, eine alte Frau. Sie hat Gruben wir beginn eine grau, also weiß mit <laughs> <laughs> Klamotte, die gehen neben einem chiamische auf. Aber eine betagte Dame mit nicht beginn, das ist sehr fein, sehr höflich ist es. Wenn man hier alt hasst, weil du Gruben mir irgendwie oder mir ge Piel, Piel sein, Piel mehr. Also grau, weißhaarig. ارگراوت میتونید بگید این یه چیز خوبه این فورت کشریتنم التر میتونید بگید در, در سن پیش رفته ای هستش فورت کشریتن میدونید دیگه زمان آدم وقتی زبان آدمش فورت کشریتن باشه یعنی زبان پیش رفته از حالا ایشون سنشون پیش رفته هستش دسی دس سه فاین به من دست سه دس هفتش هولیگن هولیگن از گفتیم از انگلیسی میاد به معنی راودی هستش انگلیسی هستش راوف بولد راوف بولد آلمانی هستش کسی که اهل دعوا کدککاری هستش رند غندلیر او در رندلیر هستش که از غندل میاد رندلیر یعنی لات بازی در آوردن آشوب و حیاهو و نمیدونم چیزا بپا کردن و اینو بهش میگن غندل آ... آ... جار و جنجال کردن سر صدا در بودن اون لات بازی در بودن هستش سکین از کلمه سکین هم استفاده میکنن این اینم بازار کلمه انگلیسی هستش. سکین هد هستن که کله کچل دارن لباس نمیدونم خلبانی پا... کاپشن خلبانی تنشون میکنن کاپشن پفدار سبز رنگ و چکمه ارتشی هم پاشونه البته خیلی دیگه کم پیدا میشه و این سکین هدا معمولا فاشیست هم هستن نیونازی و این چیزها هستن هولیگن نه فقط لات است سکین هدا ترز فکر سیاسی هم دارن و یه جورایی بدتر رو این یکی ها هستن و شلیگر تیپ شلیگر تیپ هم آدم دعواکن هستش دیگه اینم بازار به معنی لات هستش شلیگر تیپ هستش اوکی دوستان چه کلمات ناجوری بودش این این مبحث و خیلی خلاف و زندان و این چیزا بودش ولی خب دیگه چه کنیم دیگه زبانه اوکی موضوع خودتون باشین تا ویدیو بعدی